شکر میکنیم و جلال میدیم نام قدوس خدای زنده رو، عیسی مسیح، مسیح خداوند، خدایی که بود، هست و می آید، خدایی که بود، هست و می آید در نام پرجلال عیسی مسیح، خدایی که بود، هست و می آید در نام قدوس عیسی مسیح، در نام قدوس عیسی مسیح، شکر و جلال بر نام قدوس خداوند، شکر و جلال بر نام قدوس خداوند. هللویا، هللویا. کارهای خدا خیلی عجیبه. کارهای خدا خیلی عجیبه. باور دارین کاراش عجیبه؟ نام خدا هم عجیبه. نام خدا هم خیلی عجیبه. نه تنها کاراش عجیبه، نامش هم خیلی عجیبه. خدا کارهایی میکنه که اصلا از فکر و مغز و نگرش و دیدگاه ما خیلی بالاتره، از دیدگاه ما متفاوته، اصلا باورمون نمیشه. خداوند یه کار عظیم کرد. امروز روز عید، روز شیپوره. روز شیپور در این حال که عید پاییز برای جمع‌آوری خرمن، در این حال عیدیه که خداوند یاد میده به قوم خودش، همونطوری که در دوران قدیم به موسی برای اولین بار گفت که این ماه رو، روز اول این ماه رو جشن بگیرن برای جمع آوری، چون روز جمع آوری قوم از بین تمامی ممالک از اون نقطه در از شروع شد و جمع کرد قوم خودش رو به کشور خودشون، به مملکت که بهشون وعده داده بود بازگردون، و خداوند گفت این روز رو شما مبارک میخونین. ولی قبل از این که این کار رو بکنه، خداوند به موسی دستور داده بود دو تا شیپور بسازه. موسی قرار بود دو تا شیپور بسازه که در مواقع اضطراری این شیپورها رو به صدا در بیاره. و این شیپورها شیپورهایی بودن که یکی یا اعلام میکرد که خطر در راهه، جنگی در راهه، یا اعلام میکرد که همه باید جمع شین، یا هر دوش با هم، جمع شین چون جنگی در راهه، جمع شین چون جشنی در راهه. در این حال شیپورهای خبر بود که میبایست خبر بدیم. چند تا آیه رو خدمتون تقدیم میکنم از کتاب لوقا باب 22. از آیه 47 عیسی هنوز صحبت میکرد که جمعیت دیده شد و یهودا، یکی از آن 12 حوری، پیشا پیش آنان بود. یهودا پیش عیسی آمد او را ببوسد، اما عیسی به او فرمود: ای یهودا، آیا پسر انسان را با بوسه تسلیم میکنی؟ وقتی پیروان او آنچه را که در جریان بودند، جریان بود دیدند، گفتند: خداوند شمشیرهایمان را به کار ببریم. و یکی از آنان به غلام کاهن اعظم زد و گوش راستش را برید. اما عیسی جواب داد: دست نگه دارید. و گوش آن مرد را لمس کرد و شفا داد. سپس عیسی به سران کاهنان و افسرانی که مسئول نگهبانی از معبد بزرگ بودند و مشایخی برای گرفتن او آمده بودند فرمود: مگر من یاغی هستم که با شمشیر و چماق برای دستگیری من آمده اید؟ من هر روز در معبد بزرگ با شما بودم و شما دست به طرف من دراز نکردید. اما این ساعت که تاریکی حکم فرماست ساعت شماست. عیسی را دستگیر کردن و به خانه کاهن اعظم آوردن.
پتروس از دور به دنبال آنها آمد. در وسط محوطه خانه کاهن اعظم عده‌ای آتش روشن کرده بوده و دور آن نشستند. پتروس نیز در میان آنان نشست. در حالی که او در روشنایی آتش نشسته بود، کنیزی او را دید و به او خیره شده گفت: این مرد هم با عیسی بود. اما پتروس منکر شد. کمی بعد یک نفر دیگر متوجه او شد و گفت: تو هم یکی از آنها هستی. اما پتروس به او گفت: من نیستم. تقریبا یک ساعت گذشت و دیگری با تأکید بیشتر گفت: البته این مرد هم با او بود، چون جلیلی است. اما پتروس گفت: ای مرد، من نمیدانم تو چه میگویی. در حالی که او هنوز صحبت میکرد، بانگ خروس برخاست و عیسای خداوند برگشت و مستقیم به پتروس نگاه کرد و پتروس سخنان خداوند را به خاطر آورد که به او گفته بود: امروز پیش از این که بانگ خروس را بشنوی، تو سه بار خواهی گفت که مرا نمی‌شناسی. پتروس بیرون رفت و زار زار گریست. کسانی که عیسی را تحت نظر داشتند، او را مسخره کردند، او را کتک زدند، چشمانش را بستند و می گفتند: حال از غیب بگو، چه کسی تو را می زند؟ و به این طرز به او اهانت می کردند. ادامه میدم، از قسمتی میخونم که روی صلیب بود. هنگامی که او را برای اعدام میبردند، مردی را به نام شمعون که اهل قیروان بود و از صحرا به شهر میآمد گفت: صلیب را روی دوش او گذاشتند و او را مجبور کردند که آن را به دنبال عیسی ببرد. جمعیت بزرگی از جمله زنانی که به خاطر عیسی به سینه خود می زدند و عزاداری می کردند، از عقب او می آمدند. عیسی رو به آنان کرد و فرمود: ای دختران اورشلیم، برای من اشک نریزید، برای خودتان و فرزندانتان گریه کنید. بدانید روزهایی خواهد آمد که خواهند گفت: خوشا به حال نازایان و رحم هایی که بچه نیاوردند و سینه هایی که شیر ندادند. آن وقت به کوها خواهند گفت: به روی ما بیفت. به تپه ها خواهند گفت: ما را بپوشانید. اگر با چوب تر چنین کنند، با چوب خشک چه خواهند کرد؟ دو جنایتکار هم برای اعدام با او بودند و وقتی به محلی موسم به کاسه سر رسیدند، او را در آنجا به صلیب میخکوب کردند. آن جنایتکاران با هم با او مصلوب نمودند. یکی را در سمت راست و دیگری را در سمت چپ او. عیسی گفت: ای پدر، اینان را ببخش، زیرا نمیدانند چه میکنند. لباس‌های او را به قید قرعه میان خود تقسیم کردند. مردم ایستاده تماشا کردند و رهبران آنان با طعنه می‌گفتند: دیگران را نجات داد. اگر این مرد مسیح و برگزیده خداست، حالا خودش را نجات دهد. سربازان هم او را مسخره کردند و جلو آمده شراب ترشیده و به او تعارف کردند و گفتند: اگر تو پادشاه یهودان هستی، خود را نجات بده. در بالای سر او نوشته شده بود: پادشاه یهودیان. یکی از آن جنایتکاران که به صلیب آویخته شده بود
با طعنه به او میگفت مگر تو مسیح نیستی؟ خودت و ما را نجات بده. اما آن دیگری با سرزنش به اولی جواب داد از خدا نمی ترسی؟ تو و او یکسان محکوم شده اید. در مورد ما منصفانه عمل شد معذرت میخوام، چون ما به سزای کارهای خود میرسیم. اما این مرد هیچ خطایی نکرده و گفت ای عیسی، وقتی به سلطنت خود رسیدی مرا به یاد داشته باش. عیسی جواب داد خاطر جمع باش، تو امروز با من در فردوس خواهی بود. سوال اینجاست، زندگی خیلی بالا و پایین داره، زندگی خیلی عجیبه. زمانهایی که الان ما داریم درش به سر میبریم، دورانی که الان توش داریم سر میکنیم، دوران سختی که الان توش داریم میریم، مانند دوران زمانیه که عیسی مسیح رو دستگیر کردن، میخواستن به صلیب ببرن. خیلی شبیه اون دورانه. دقیقا دورانیه که هر کس مسیح رو دنبال میکنه، صلیبش رو برمیداره و به دنبال عیسی مسیح میره، محکوم میشه توی اجتماع، تحقیر میشه و هیچ که قبولش نداره. حتی ممکنه به نقطه‌ای برسیم که در نقطه‌های مختلف زندگیمون، در اجتماعی که داریم توی زندگی میکنیم، مجبور شیم انکار کنیم. نه، من ایمانم برای خودمه، من هیچکی نمیدونه ایمان من چیه. صلیب‌های ایمانیمون رو قایم کنیم به دلیل اینکه اجتماع نمیپذیره، مثل پتروس که انکار کرد. دقیقاً پارالل همون دوران رو داریم پشت سر میگذاریم. دقیقاً موقعی که خداوند ما عیسی مسیح داره میره روی صلیب برای اینکه نجات رو برای تمام جهان فراهم کنه، یه عده گریه و زاری میکنن، یه عده عشق میریزن، یه عده غمگینن و خدا بهشون میگه برای من عشق نریزید، برای ما عشق نریزید، برای خودتون عشق بریزید. اتفاقایی که قراره بیفته اگر با من میکنن با شما هم خواهند کرد. یه عده دیگه انکارش میکنن مثل پتروس. از روی آیه ها نخوندم ولی پیشنهاد میکنم بخونین. وقتی که عیسی مسیح صلیب خودش رو داشت حمل میکرد، عده بسیار کثیری و جزو اون عده کسایی بودن که حتی شفا گرفته بودن، جزو اون عده حتی کسایی بودن کور شده بودن، بینا شدن، کر شده بودن، شنوا شدن، فلج بودن، برکت گرفتن. خانواده هایی که از هم جدا شده بودن، زندگیشون پاشیده بود، خداوند آشتی و صلح رو توشون ایجاد کرده بود. همه کسایی بودن که وایستاده بودن و فریاد می زدن مصلوبش کن، مصلوبش کن، مصلوبش کن، مصلوبش کن، و انکار می کردن عیسی مسیح رو، انکارش می کردن. دقیقا پارالل توی همون دنیاییم، دقیقا پارالل تو همون زمان داریم میریم و هرچی زمانها رو بغل هم در کنار هم می سنجیم، می بینیم زمان همونه. عیسی مسیح با این تفاوت که عیسی مسیح یک بار برای همیشه روی صلیب برای انسانها مرد و از روی صلیب رستاخ از بین مرده ها پدر او رو بلند کرد و او از بین مرده ها رستاخیز کرد و او زنده است و او همه رو میبینه و همه چی رو میبینه و پاداش خودش رو در موقع بازگشت با خودش میاره. ولی ما میبینیم مردم در اون دوران چی کار میکردن. فریسیا مشغول امور شریعت بودن، شریعت براشون اول بود، شریعت رو باید به جا بیاریم، به دنبال این نبودن مسیح رو بشناسن، به دنبال این نبودن مسیح رو درکش کنن،
به دنبال این نبودن با مسیح زندگی کنن، به دنبال این نبودن بفهمن حرف مسیح چیه، بلکه فریسی ها همچنان پاهای خود را زمین میکوبیدن و میخواستن به هر طریقی شده راه ها و آداب و رسوم خودشون رو به اشکال مختلف به جا بیارن. و امروز همچنین، و امروز نیز همچنین، فریسیانی که به دنبال شریعت نام خدا هستن، هیچ که دنبال خدا نیست، نمیخوان مسیح رو بشناسن، نمیخوان به شباهت مسیح تغییر کنن، نمیخوان مثل او بشن، نمیخوان متفاوت بشن، بلکه شریعتی درست شده، سنتی درست شده و ما اون شریعت و سنت داریم جلو میریم. دنیای عجیبی شده. خدا میگه همه چیز تکرار میشه، هرچه که در گذشته بود در آینده نیز رخ خواهد داد. من بچه ژاندارمم، پدر من فرمانده نیرو ژاندارمری بود، الان نمیدونم هست یا نه، ولی ژاندارمری. همچین که اسمی از جنگ می اومد خیلی ها در می رفتن، افسر، سرباز در می رفتن، همچین که ناخوشی و ناآرامی بود در می رفتن، هم افسر هم سرباز به ضد پادشاه بلند می شدن، می خواستن حکومت رو بندازن، حکومت رو خراب بکنن، پادشاه رو از تخت بکشن پایین، بر ضدش بلند می شدن، آزارش می دادن، آسیبش می زدن. یک مثالیه از اینکه اونجا هم همین اتفاقا میفته. من اینو خواستم مثالی بزنم در تمام زندگی، هر جا که میخوایم به پیروزی برسیم دقیقا مشابه همین اتفاقا میفته. همون جوری که گفتن مسیح، عیسی، محکومش کنید، مصدومش کنید، همون کار با شاه کردن. خیلی از ارتشیا شاید امروز پشیمونن، شاید نیستن، شاید خودشون رو به اون راه زدن، ولی همچنین به اجتماع نگاه میکنیم. برای مثال وقتی میخواییم بریم ایران، هممون صلیبامون رو قایم میکنیم، میخواییم بریم ایران احیانا اگه بخواییم بریم، چون اگه ببینن خب میگیرنمون. مسیح رو اگر سوال کنن مسلمان یا مسیحی، خب طبیعتاً نمیگه مسیحیم، یه مسلمانم. میبینیم، من خواستم مثالهای مختلف بزنم ببینیم در سراسر دنیا همین آیه ها، همین اتفاق ها به شکلهای مختلف دائماً در حال اتفاقه. عید شیپور یک عید روز شادیه، ولی عید شیپور در کتاب مقدس عید زنگ خطره، عید اینه که جمع شید چون ساعت آخر جنگ نزدیکه. و حزقیال میگه 33، هر کس بشنود و گوش نکند و بمیرد خونش به گردن خودش است. ولی شیپورچی که شیپور رو نزنه و اعلام نکنه، هر کسی که آسیب بخوره خونش به گردن شیپورچیه. و من اون شیپورچی هم امروز و اعلام میکنم همه چیز داره تکرار میشه. ما در اون نقطه، در اون مکان هستیم، در اون لحظه هستیم. و حالا یکی از مهمترین قسمت ها اینجاست. جمعیت وایستاده و جمعیت داره فریاد میزنه، جمعیت داره فریاد میزنه وقتی عیسی مسیح رو دستگیرش کردن. میدونین چی میگه جمعیت؟ مصلوبش کن، مصلوبش کن، مصلوبش کن.
عیسی مسیح میگه اونا نمیدونن چیکار میکنن. اونها نمیدونن چیکار میکنن. ای پدر اونا رو ببخش. نمیفهمن چیکار میکنن. در دردهای خودشون گم شدن و نمیفهمن چیکار دارن میکنن. قبل از اینکه پتروس او رو انکار کنه، عیسی مسیح موقع شام میخوردن با هم دیگه به پتروس گفت در شام آخر، پتروس تو قبل از اینکه خروس، بانگ خروس به خونه، سه بار من رو انکار خواهی کرد. انقدر مغرور نباش به ایمانت، بلکه در ایمان فروتن شو، تا بر حسب فروتنی روح قدوس من به تو قوت بده، نه بر حسب غرور و زور بازود ایمانت رو نگه داری و کاری رو که داری بر حسب شریعت انجام میدی ادامه بدی. اون کاری که تو داری میکنی قدرت توش نداره اگر روح خدا توش نباشه. اون دعایی که داری میکنی اگر به قوت روح القدس نباشه عمل نمیکنه. و روح القدس کی دعاهای ما رو جواب میده؟ من در مورد ساعتش صحبت نمی کنم، چون بعضی موقع ما دعا می کنیم 3 سال بعد خدا جواب میده، 2 سال بعد ولی جواب می گیریم، 1 سال بعد ولی جواب می گیریم. پس ما در مورد زمان جواب گرفتن صحبت نمی کنیم، در مورد جواب گرفتن داریم صحبت می کنیم. حتی یک بانو وقتی تصمیم می گیره بچه دارشه و شروع می کنه برای رفتن به ازدواج کردن و بعد برای اینکه بعد از ازدواج به فکر بچه دار شدن و بچه دار شدن، 9 ماه باید صبر کنه تا بچهش بیاد. این نیستش که بچه روز دوم بعد از ازدواج بیاد بیرون و شروع کنه تو خونه دویدن. همه چیز زمان خودش رو داره. جای دعاهای ما مینشینه و دعاهای ما عمل میکنه و دعاهای ما کار میکنه، که ما یاد بگیریم اول خدا رو دوست داشته باشیم. آیا واقعاً فهمیدیم خدا رو دوست داشتن یعنی چی؟ چون در آیاتی که خوندیم، یا اگر نخوندیم آیات بعدیش، ما میبینیم وقتی عیسی مسیح رو میخوان ببرن و به صلیب بکشن، صلیبش رو بهش میدن و میگن صلیبت رو باید تا دم کوه جلجتا، تا دم اون کاسه سر خودت حمل کنی. از توی خیابان‌ها عبور میکرد عیسی مسیح، از تو کوچه‌های اورشلیم بردنش، مسیر طولانی او رو هم مجبورش کردن حمل کنه. چند نفر بودن که با اشک، با دلشکستگی، با هراس و نگرانی برای عیسی مسیح آب بردن. چند نفر بودن؟ 1، 2، شاید 3 نفر که آب برای عیسی مسیح بردن و خواستن به او آب بدن. و میدونید هر کی خواست به او آب بده او رو با شلاق زدند، هر کی خواست به او آب بده او رو تحقیرش کردن، او رو خردش کردن، او رو کوچکش کردن. به نقطه رسید که انقدر او رو زدند و انقدر خسته و زخمی بود عیسی مسیح، انقدر زدند و انقدر خسته و زخمی بود که زمین خورده بود و صلیبش روش افتاده بود. یه سوال پیش میاد اینجا برای من، یعنی پیش اومده که میخوام براتون عنوان کنم. وقتی با هم در نام عیسی مسیح برای جلال مسیح، بعد از اینکه روی صلیب رفت از بین مردگان، پدر او رو در روز سوم رستاخیز داد، بلند کرد و ما ایمان به مسیح رستاخیز شده داریم، مسیحی که زنده است و بر روی ابرها قرار همه رو ملاقات کنه، جزو کدوم دسته هستیم؟ جزو
اونهایی هستیم که به مسیح آب میدیم، یا جزو اونهایی هستیم که میخندیم و میگیم تو بودی که میخواستی مرده ها رو زنده کنی، کوران رو بینا کنی، کران رو شنوا؟ جزو کدومیم؟ فرق نمیکنه به زبان چی بگیم، عمل کرده ما بیان کرده دل ماست. خدا میگه عمل کرده تو از دل تو سخن میگه. اونی که عمل میکنی نشون میده دل تو چیه. اونی که میگی دلت نیست، اون کاری که انجام میدی دلته، اون رفتار. صبح تا شب اگر به قوت شریعت میشد وارد فیض شد، قوم یهود 3500 ساله در اورشلیم قبل از معبد و بعد از معبد جمع میشن و سرهاشون رو تکون میدن، ولی هرگز نتونستن وارد فیض خدا بشن. هرگز نتونستن وارد فیض خدا بشن. نجات رو دارن. قوم یهود کلن داستانش جداست. دو تا شیپور داریم. قوم یهود کاملا جداست. داوری قوم یهود فقط با خداست و خدا میگه من میدونم، چون منتخبن. اصلا کلن داستانشون با همه آدم ها فرق داره، نه اینکه بهتره، کلن فرق داره. باید خیلی روش مطالعه کرد، امروز وقتش نیست. جزو کدوم دسته هستیم؟ جزو دسته های هستیم که میگیم مصلوبش کن، جزو دسته های هستیم که میگیم تو همونی که میخواستی اون کارا رو بکنی، جزو اونایی هستیم که میریم به کسی که زمین خورده آبی میدیم. جزو کدوم هستیم؟ زبانهای ما چه رفتاری داره؟ زبانهای ما چه شیپوری، چه پیغامهایی رو در دوران سختی اعلام میکنه؟ آیا زبانهای ما آب و جرعه آبی به شکست دلان میده، یا زبانهای ما محکومیت و سختی رو بر دیگران میریزه؟ جزو کدوم دسته هستیم؟ انکار میکنیم مسیح رو به خاطر نمردن و منافع اجتماعی؟ امروز شاید هیچ وقت در تاریخ به این حد نزدیک به اون دورانی که عیسی مسیح روی صلیب رفت نبودیم. هیچ وقت انقدر نزدیک نبودیم که امروز هستیم. خیلی نزدیکیم، خیلی شبیه. چون امروز ما میبینیم در دنیا دو دسته وجود داره، کسایی که مسلمونن، اسلام، بی خداها، هموسکسوئلا، نمیدونم بوداییسم، همه گروه ها با هم یک شدن. مسیح و اسرائیل روبروی هم قرار گرفتن، دو گروه. به همین سادگی خیلی واضح میشه، همه جا دید، همه جا میشه دید. حالا ما در بدن مسیح هستیم یا در ایمان هستیم؟ دو تا چیز مختلفه. در ایمان یک روشه، در بدن یه چیز دیگه است. وقتی در بدن هستیم، اگر بدن فلج باشه، میدونین فلج بودن بدن یعنی چی؟ یعنی یکی از اعضا کار نمیکنه. حتی اگه یه تیک ناخون باشه، حتی یه انگشت کوچیک باشه، حتی اگر یه قسمت خیلی کوچیک. بدن کلیساست. اگر بدن هستیم، این بدن اگه به هم وصل نباشه فلجه، کار نمی کارش درست انجام نمیتونه بده. اگه چشم به انگشت بگه من انگشت کارش نمیتونه. اگه انگشت به چشم بگه من میکنم تو کار نشوش، نمیبینه، میافته.
تمام بدن باید شفا پیدا کنه. وقتی بدن شفا پیدا بکنه، عیسی مسیح رو میایم میبینیم. ولی در همین فلجی هم نقطه‌ای بود که بدنش فلج بود، در کنار آب دراز کشیده بود شاید 38 سال، و بالاخره عیسی مسیح اومد و گفت من تو رو شفا میدم و من تو رو بلندت میکنم. میخوای شفا بگیری؟ امروز سوال مسیح از ما اینه، جزء کدوم دسته هستی؟ اونهایی که میگن مصلوبش کن، اونهایی که میگن انکارش میکنن، جزء اونهایی هستی که جرعه آب میدی به مسیح و برادر و خواهرات، آرامش رو دعا میکنی و میطلبی و اعلام میکنی، یا جزء اونهایی هستی که میگی بکشیدش، اون لایق نیست، من نمیتونم، من همکاری نمی کنم، نمیشه. من امروز همونطوری که هفته پیش پیغام ما در مورد انتخاب بود، وقت انتخاب رسیده. انتخاب بکنیم میخوایم آیا به واقع با مسیح باشیم، چون بسیار زود مسیح بازگشت میکنه، بسیار زود مسیح بازگشت میکنه، خیلی زودتر از چیزی که فکر میکنین. اگر فکر میکنین مسیح گفته حالا شاید 100 سال دیگه، 200 سال دیگه، 5 نسل دیگه، 10 نسل، بسیار زود مسیح بازگشت میکنه. و عیسی مسیح میگه خوشا به حال اون غلامی که وقتی من باز میگردم او را در حال کار ببینم. و غلام ها سوال میکنن کار چیه؟ کار مسیح چیه؟ میخوام خیلی کوتاه، بعدش بریم توی روح دعا. امروز شیپور خداوند این رو اعلام میکنه، ما 7 تا شیپور داریم، 7 شیپور داریم. نمیخوام به عهد قدیم برم و شماها رو بهت زده بکنم، بلکه از کتاب مکاشفه باب 8 براتون میخونم. شیپور اول تگرگ و آتش آمیخته با خون و بارید، شیپور دوم کوه مشعل به دریا افکنده شد، شیپور سوم ستاره بزرگی که مانند مشعل بزرگ و سوزانی بود از آسمان به سوی رودخانه ها و چشم سارها افتاد، شیپور چهارم 1/3 ماه و 1/3 ستارگان ضربه بزرگی وارد شد، شیپور پنجم ستاره ای را دیدم که به زمین افتاد و کلید چاه بی انتها به آن ستاره داده بود. چاه بی انتها را گشود و از آن چاه دودی مانند یک کوزه بزرگ برخاست و نور خورشید و هوا از دود چاه تیره و تار گشت. آنگاه 2 ملخ بیرون آمده زمین را پر ساختند و به آنان قدرتی مثل قدرت کشتم داده شد و به آنها گفته شد که به علف زمین و گیاهان و درختان کاری نداشته باشند، بلکه فقط به آدمهایی که مهر خدا را بر خود دارند آسیب برسانند. 5 ماه. و شیپور ششم و شیپور هفتم ما نگاه میکنیم میبینیم زمانیه که شیپورها داره به صدا در میاد و خداوند شیپور رو از هفته پیش، از چند وقته داره به صدا در میاره که هممون آماده باشیم. در دورانی به سر میبریم که دوران انتخابه، یا راست یا چپ، یا خدا عیسی مسیح
یا دنیا با هر خدایی که توشه، چه الله و چه بودا و چه اتئیسم و چه هر چی، هر شکلی از خدایی که برای خودشون ساختن، پول و ثروت و غیر و غیره، یا این یا اون. چون زمان فرارسیده که زمان تشخیص و زمان انتخابه. پس به نام پرجلال عیسی مسیح امروز میخوایم با هم دیگه اعلام بکنیم، در نام قدوس عیسی مسیح امروز میخوایم با هم دیگه اعلام بکنیم، آیا آماده هستیم مانند اون کسایی که برای عیسی مسیح آبی آوردن آبی بیاریم؟ آیا آماده هستیم که واقعا آمادگیشو داشته باشیم اگر آبی به کسی میدی ضربه های زیادی هم قراره بخوری؟ چون سربازان رومی اونها رو میزدند با لگد، با شلاق میزدند، آسیب میرسوندند، پرتشون میکردند، همون کاری که با مسیح میکردند مسیح رو هم میزدند و اونایی که میخواستن کمک کنن اونها رو هم میزدند. شما رو نیز قراره بتونن بخوام بزنن. آیا باز حاضری جرعه آبی آماده کنی برای کسایی که تشنه هستن، برای اینکه صلیب خودشون رو دارن حمل میکنن؟ ما امروز داریم کسایی که صلیب خودشون رو دارن حمل میکنن در سختترین شرایط زندگی خودشون، در دشوارترین نقطه زندگی خودشون، ولی صلیبشون رو پایین نذاشتن و صلیبشون رو دارن میبرن. دنیا داره بهشون میخنده. اگر تو میتونی بلند شو و خودت رو شفا بده، اگه تو میتونی بلند شو و ال کن، اگه تو میتونی بلند شو و بل کن، چرا خودت اینطوری هستی؟ چرا کمرت درد میکنه؟ چرا مریضی؟ چرا فلانی؟ چرا فلانی؟ چرا سکته کردی؟ ولی امروز دارم به شما میگم روزی به زودی پیش میاد که همه در او رستاخیز میکنن. دعای من برای اونا نیست، چون اونا رستاخیز میکنن از مریضی، از مرگ، از هر چیزی. من مثل عیسی مسیح میگم برای خودتون اشک بریزید. به چه دلیل؟ چون اگر با مسشده های خداوند چنین میکنن و با مسیح میکنن، با شما چه خواهند کرد؟ امروز شیپوره و عید شیپوره. عید شیپور در اصل سیب رو با عسل میخورن، میدونستین؟ چرا میخورن؟ اصلا سیب چیه؟ عسل برای چی؟ سیب از برکاتیه که خدا میگن داده، حالا یا سیب یا انار فرق نمیکنه، برکاتیه که خدا داده و شیرینی و لذت خودش رو داره. عسل یک میوه، نمیدونم اسمشو چی بذارم، یک پدیده‌ایه که توسط زنبور به دست میاد و چون با نیش زنبور هم همراهه، پر از درده تا به اون شیرینی برسه. و کسایی که به فیض خدا میرسن با درد میرسن. قرار نیست فقط یک گاز از سیبی بزنی و بنگ وارد ملکوت بشی و همه چیز. اینجوری کار نمیکنه. برای رسیدن به همه چیز باید زحمت کشید، وقت گذاشت، ایمان داشت، وفادار بود. از همه چیز مهمتر، وفادار. شاه اگه چند نفر وفادار دورش بود، ایران انقلاب نمیشد. فقط چند تا ارتشی نمیشد. من بچه اون دورانم، من از اون دوران میام، من میدونم. هوا برد، هوا نیروز بود اول خیانت کرد به شاه، اگه اشتباه نکنم. هما فرا، مرسی برای کمکتون. اول هما فرا خیانت کردن به شاه، خیانت کردن. کسایی که به مسیح هم خیانت کردن، آیایی که خوندیم، و اون نقطه است که وقت انتخابه، اون نقطه است که وقت تشخیصه،
اون نقطه است، وقت بیداریه. امروز زمان بیداریه. بیدار شیم، توبه کنیم از خودمون، توبه کنیم از افکارمون، توبه کنیم از خستگیامون، توبه کنیم از تهمتامون، توبه کنیم از دلسردیامون، توبه کنیم از دلشکستگیامون، توبه کنیم از تمام چیزهایی که باعث شده بود سرد بشیم، تمام چیزهایی که باعث شده بود نتونیم اون کاری رو که باید انجام بدیم انجام بدیم. ما نمیخوایم کاری کنیم بر حسب شریعت، ما نمیخوایم بر حسب شریعت جلو بریم، ما میخوایم بر حسب فیض، به فیض وارد شیم. ما هدفمون ورود به ملکوته. ورود به ملکوت پر از درد، مانند عسل سخت، جاده تنگیه، پر پیچ و خم، در تنگه، ولی در بازه، چون مسیح گفته هر کی به نام من ایمان داشته باشه وارد خواهد شد و هر کی به نام من بایسته تا به انتها دریافت خواهد کرد. هر کی به نام من تواناییشو بهش من خودم میدم، به روح قدوس خودم، اعلام بکنه امروز پلی خودش تو قلبش یا هر روزی که خودش دلش میخواد اعلام بکنه من میخوام با تو وارد ملکوتت شم. امروز من در کنار تو روی صلیب هستم ای عیسی مسیح، ولی امروز من اعلام میکنم تو هیچ گناهی نداشتی و برای گناه تمام گناهکاران جان خودت رو دادی. پس ما رو امروز در نظر داشته باش خداوند، امروز ما رو در نظر داشته باش، همه ی ما رو در نظر داشته باش و ما رو با خودت در فیض خودت سهیم کن، در ملکوت خودت سهیم کن، در عشق خودت سهیم کن. به نام عیسی مسیح میطلبم، در نام پرجلال مسیح خداوند اعلام میکنم برکت رو از آسمان، قوت رو از آسمان. به نام عیسی مسیح میطلبم و اعلام میکنم هر کسی که میخواد سرباز خداوند بمونه، چون دو حالت داره، یا با دشمنی یا با مسیح هستی. خداوند میگه هر کی با من بکاره برداشت میکنه، هر کی با من نکاره پخش میکنه، و وای به حال پخش کننده هان و خوشا به حال جمع کننده هان. هر کی با من جمع کنه از منه و هر کی پخش کنه از من نیست و با من نیست. پخش کننده ها، اونهایی که فقط نشستن برای پخش کردن، اونها کسایی هن که شفا رو گرفتن، برکت رو گرفتن، ولی میگن مصلوبش کن، بکشینش، مصلوبش کنید، تازیانش بزنید، حقشه. با اینکه چند وقت پیش شفا رو گرفته، چند وقت پیش برکت رو گرفته، چند وقت پیش همه ی عشقا رو گرفته، مصلوبش کنید. امروز وقتشه. ما جزء مصلوب کنندگان نیستیم. ما میخوایم اعلام بکنیم خداوند، میخوایم جزء دوستان تو باشیم. ما میخوایم جزء اونایی باشیم که تو گفتی با من امروز در ملکوت من، در عدن من قرار با من باشی. ای خداوند، ای عیسی مسیح، امروز دعای برکت میکنم. تو آرامی بده تمام فرزندانت رو، تو بلند کن تمام فرزندانت رو، تو با عشق خودت ملبس کن و تو با عشق خودت برکت بده. تو به جلال خودت بچه های خودت رو از جلال به جلال انتقال بده. در نام پرجلال دعا میکنم هر جایی که پتروس یا پتروس ها سه بار انکار کردن ولی تو بلندشون کردی، هر جایی که شاگردای تو از ترس قایم شده بودن، چون نه جز مسخره کننده ها بودن، نه جز لعن کننده ها بودن، نه جز کسایی که بودن اون دور و بر میترسیدن، گم شده بودن و قایم شده بودن، تو ای خداوند شاگردان خودت رو شجاعت و قوت بده و بلند کن به نام عیسی مسیح. دعا میکنم ای خداوند قوت تو، شجاعت تو بر شاگردانت بریزه تا ببینن روح قدوس تو آشکار کنه حقیقت رو برای فرزندان تو، تا بین تاریکی و نور تشخیص بدن، تا بین جاده صحیح و جاده غلط بتونن تشخیص بدن و تصمیم بگیرن به قوت روح قدوس تو، مانند اون دو نفری که روی صلیب بودن، اون یکی که میگفت بکشینش و مسخره میکرد و برای پاشیدن بود، و اون یکی رو که میگفت نه تو گناهی نداری و من میخوام با تو باشم، هر جا تو میری من میخوام با تو باشم، عیسی مسیح من میخوام در تو ساکن شم. امروز اعلام میکنم عیسی مسیح ما میخوایم با تو و در تو ساکن باشیم. خداوندم راه دیگه ای وجود نداره برای ما. اعلام میکنیم بدون تو همه چیز پوچه. خداوند
به نام عیسی مسیح اعلام میکنم نمیخوایم اعمال شریعت رو به جا بیاریم، بلکه میخوایم فیض در ما ساکن بشه، محبت تو رو به واسطه اینکه دوستت داریم ای خداوند، چون تو اول ما رو دوست داشتی، در ما ساکن شه و بشه مانند یک مشعل ای خداوند، تا بتونیم اونجوری که لازمه عمل بکنیم. به نام پرجلال عیسی مسیح دعا میکنم و میطلبم برکت خداوند با شما باشد و بماند، قوت خداوند با شما باشد و بماند، برکت خداوند بر شما جاری بشه و قوت خداوند بر شما جاری بشه. هر آن کسی که هر دردی داره در مریضی به سر میبره، به نام عیسی مسیح برکت دریافت کنه. هر آن کسی که در سختی ها به سر میبره، به نام پرجلال عیسی مسیح سختی های او به آرامش مبدل شه، در نام پرجلال عیسی خداوندم دعا میکنیم، در نام پرجلال عیسی مسیح ای خداوند ما رو برکت بده، ای خداوند ما رو برکت بده، تمام دردهایی که تو روی صلیب کشیدی، کلیساهای تو ای خداوند، بدن تو، فرزندان تو در سراسر دنیا به شکل‌های مختلف در حال درد کشیدن هستند، ای خداوندم تو ما رو برکت بده، تو ما رو عبور بده، تو حفاظت کن به قوت روح قدوست، تو از اشتباه‌های خودمون دست برداریم و بتونیم صادق باشیم و کار درست رو انجام بدیم. به نام پرجلال عیسی مسیح دعا میکنم ای خداوند، تو به ما نشون بده چه کار درسته. ما به معجزه‌های تو ایمان داریم، ما به کارهای تو ایمان داریم، ما ایمان داریم روح قدوس تو قادره، ما ایمان داریم روح قدوس تو تواناست و ما ایمان داریم روح قدوس تو میخواد و ما رو بلند میکنه. به نام پرجلال عیسی مسیح اعلام میکنیم و میطلبیم. هللویا خداوندم، هللویا خداوندم، پیروزی رو اعلام میکنم در نام پرجلال عیسی مسیح. ما امروز اعلام میکنیم میخوایم تغییر کنیم، امروز میخوایم اعلام بکنیم، گوشامون رو میخوایم ببندیم، گوشامون رو میخوایم ببندیم، گوشامون رو میخوایم ببندیم به روی تاریکی، گوشامون رو میخوایم به گله و شکایت ببندیم. دیگه بسه، انقدر غر، انقدر گله، انقدر همه چیز بده، دیگه بسه، وقتش رسیده چشمامون رو به برکت ها خیره بکنیم، وقتش رسیده چشمامون رو به برکت ها خیره بکنیم، وقتش رسیده چشمامون رو بدوزیم به معجزه های خداوند، وقتش رسیده چشمامون رو بدوزیم و نگاه کنیم به برکت هایی که وعده خداست برای ما و میخواد ما دریافت کنیم. تا کی میخوایم غر بزنیم؟ تا کی میخوایم بشینیم بگیم این بده اون بده؟ من یه مثال کوچولو فقط میخوام وسط دعا بزنم. ما محل کارمون یه سالن اجتماعی که همه میشینن، من همیشه تنها میرم میشینم، چون تو این سالن هر جا میری پلا هر عده از همکارا میشینی، یه عده فقط دارن غر میزنن، اینجای کار بده، اونجای کار بده، این بده، این بده، این، یعنی نیم ساعت استراحتی که ما داریم، این نیم ساعت تو گوش آدم فقط میره همه چی بده. وقتی آدم میخواد بره 5 ساعت بعدش کار بکنه، انقدر خسته و سنگینی. به همین من انتخاب کردم فقط میرم تنها میشینم، دعا میکنم، پرستش گوش میکنم، بمب با قوت به کارم ادامه میدم و مثل برق کارم ساعتاش تموم میشه، چون گوشامو برای شرارت و شیطان باز نمیذارم. حتی اگر اشتباهی هم در کاره، خدا برکت میده و عوض میکنه، با شنیدن من چیزی تغییر نمیکنه. پس من گوشامو میخوام تیز کنم برای چیزهای نیکو، نه برای چیزهای بد، نه فقط غر، 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 غر. امروز وقتشه در نام عیسی مسیح زبانهای ما زبان برکت بشه، زبانهای ما زبان برکت بشه. چند نفر اندک بودن که به عیسی مسیح آب دادن و اون چند نفر تبدیل شدن به همون 300 تن. به نام پرجلال عیسی مسیح دعای من اینه، زبانتو عوض کن، گوشات رو ببند، گوشات رو بر روی تاریکی ببند، زبانتو بر روی روشنایی بکشا و اعلام کن در نام عیسی مسیح. زمانش رسیده که انتخاب کنیم روشنایی رو به جای تاریکی، روشنایی رو به جای تاریکی، وفاداری رو به جای بیوفایی، عاشق بودن رو به جای نفرت داشتن. زمانی برای جنگ، زمانی برای عشق، زمان عشق فرا رسیده، چون ساعت آخره، چون ساعت آخره و در ساعت آخر چیزی به غیر از عشق کار نمیکنه و نخواهد کرد. فقط عشق میتونه همه ما رو به مقصد برسونه و عشق خداست، خدا عشق است و عیسی مسیح عشقه. هیچ
هیچ کسی جز عیسی مسیح نمیتونه ما رو به عشق برسونه. پس زمانش رسیده که مانند عشق رفتار کنیم. زمانش رسیده که به مانند عشق تبدیل بشیم. زمانش رسیده که شروع بکنیم به دوست داشتن. و وقتی دوست داشته باشیم محبت میکنیم. زمانش رسیده. آیا زمانش نرسیده؟ آیا خسته نشدیم از غر زدن؟ صبح تا شب سر کار، توی خونه، توی هر جایی که میریم بیداریم. حتی بعضی ها دیگه اینقدر غر میزنن وقتی خوابم هستن خوابای اینجور چیزا رو میبینن، همش دعواست. بس غر دیگه، زمانش رسیده گوشامون رو، چشمامون رو، افکارمون رو مجهز کنیم و منعکس کنیم به برکاتی که خدا به ما وعده داده. وعده خداوند برکته، وعده خداوند عدنه، وعده خداوند برای ما جهنم نبود، وعده خداوند برای تمام انسانها ملکوت خودش و بهشته. وقتش رسیده فوکوس کنیم روی اون. وقتش رسیده اگر ایرادی درمون هست تغییرش بدیم. اینشتین اینو گفته، همسرم اینو به من نشون داد و خیلی جالب بود این نکته. اینشتین میگه بزرگترین اتفاقی که واسه یه انسان میفته بزرگ شدن و کوچک شدنش نیست، اگر بتونه تغییر کنه. چون اینشتین اتم رو کشف کرد، تونست، اسمش نمیدونم ماده است چیه، فرقی نمیکنه، نمیخوایم وارد فیزیک شیم، تونست یه چیزی رو تغییر بده یه چیز دیگه و خیلی بزرگتر ازش در بیاره. با تغییر چیزای عظیم میتونیم از درون خودمون در بیاریم. خدا میگه چوب رو از چشمت در بیار تا بتونی اون عظمت من رو از درون خودت بیرون بکشی، تا اون حقیقت من رو بتونی ببینی، تا چوب تو چشمت باشه. و هر کی میگه من ندارم، خب مبارک باشه، چون نباید ببینیمش، باید الان بالا باشه، با پسی باشه اونی که چوب نداره. من بزرگترین گناهکارم، خودم اول میگم. اگه نداشتم اینجا چی کار میکردم؟ الان رو ابرا را میرفتم. وقتش رسیده چوبا رو در بیاریم. وقتش رسیده خوب ببینیم. وقتش رسیده ببینیم عیسی مسیح افتاده روی زمین به خاطر ضربه هایی که به خاطر ما متحمل شد. وقتش رسیده ببینیم او به خاطر ما داره صلیبش رو حمل میکنه، نه به خاطر جلال خودش یا برای اینکه همه بگن چه قهرمانیه، برای اینکه سوپرمن بشه. او به خاطر ما متحمل تمام تحقیرها، تهمتها شد. وقتش رسیده اینو ببینیم. و اگر تحقیر میشی اینقدر به خودت نگیر، بلند شو صلیبت رو بردار. وقتش رسیده بلند شو صلیبت رو برداری و نیفتی. دشمن میخواد تو بیفتی و دیگه نتونی بلند شی. و این کار رو با مسیح کردن و این نمونه ای شد که مسیح برای ما به ما نشون بده هیچ کس منو نمیتونه متوقف کنه. من بلند میشم و صلیبم رو حمل میکنم. من باید به جلجتا برسم. من باید روی صلیب ببخشم همه اونایی رو که من رو این کارو با هم کردم. من باید روی صلیب بگم یا راست یا چپ، یا برکت یا لعنت. انتخاب با توئه. یکی لعنت رو انتخاب میکنه در لعنت مرد، یکی برکت رو اعلام کرد با عیسی مسیح در فردوس، همون لحظه وارد شد. امروز انتخاب با ماست. عیسی مسیح میگه از زمین خوردن نترس، هر چی زمین بخوری بلند شدن رو بهتر یاد میگیری، قوی تر میشی، ایستاده تر میشی، محکم تر میشی، تواناتر میشی. پس وانده با یه لفظ زبون، با یه تلخی زبان، با یه مشکل، با یه دردسری که برای درست شده و کار دنیا اینه، همون کاری که با مسیح کردن، وانده صلیبت رو ول نکن
و نرو، چون رومیا تو رو خواهند کشت در هر صورت جلوتر، چه با صلیب چه بی صلیب قصدشون کشتن توه و تو خواهی مرد. مگر او رو انکار کنی باز هم خواهی مرد، حتی اگر انکار کنی، چون انسان مک 120 سال عمر خواهد کرد و بعدش خواهد مرد و بعد مسیح نیست که برای او شفاعت کنه اگر انکارش کرده باشه و رفته باشه. برای همین در نام عیسی مسیح صلیب هامون رو بلند میکنیم و صلیب هامون رو بلند میکنیم به نام عیسی مسیح، همونطور که عیسی مسیح بلند شد ما نیز بلند میشیم در نام عیسی مسیح. همونطور که عیسی مسیح رستاخیز کرد با تمام دردها و زخمایی که به او وارد شد، تمام جاهایی که تلخیها بر او ریخت و انقدر او رو زد که دیگه سینه خیز میرفت، ولی مطمئن باش همیشه کسی هست که بیا جرعه آبی به شما بده. همیشه یکی پیدا میشه جرعه آبی به شما بده و امروز من اون جرعه آبو من میخوام به شما بدم در نام عیسی مسیح. به نام پرجلال عیسی مسیح برای همه اونایی که در حال حمله صلیب بودن، زمین خوردن، آب دهان به اونا ریخته شده، تأخیر شدن، خورد شدن، شکسته شدن، همه اونایی که به هر شکلی در درد و صلیبی که هم میکردن به زمین افتادن، در بیماری، در تنهایی، در سختی ها، در مشکلات ها، در فشارهای روحی، فشارهای جسمانی، فشارهای بیماری، فشارهای روانی، در داوری ها، در تمام اشکال مختلف، همه اونایی که زمین خوردن در فشارهای مختلف، امروز من به شما میگم عیسی مسیح آب حیاته، از او بنوش. عیسی مسیح آب حیاته، از مسیح بنوش. عیسی مسیح میگه من آب حیات هستم، هر کی از من بنوشه هرگز تشنه نخواهد شد. عیسی مسیح میگه من آب حیات هستم، هر کی از من بنوشه هرگز تشنه نخواهد شد. من امروز شما رو دعوت میکنم از عیسی مسیح بنوشید. کلام خدا اینجوری میگه ببخش تا بخشیده بشی، ببخش تا بخشیده بشی. آیا کسی در این سالن وجود داره هللویا خداوندم جایی که مریم روی زمین بود، مریم مجدلیه، همه میخواستن او رو سنگسار کنن، همه میخواستن او رو بکشن، همه میخواستن او رو لعنت کنن، همه میخواستن او رو به زمین بزنن، همه میخواستن او رو نابودش بکنن. همه فریسی ها سنگ برداشته بودن. امروز خیلی شبیه اون روزه، وقتی یه نفر یه اشتباه میکنه همه سنگا رو بر میدارن و میخوان سنگسارش کنن، مگه نه؟ به شکلهای مختلف، به شکلهای مختلف، فوری میخوایم ثابت کنیم من کارم درسته، اون کارش غلطه. فوری میخوایم ثابت بکنیم من بهتر بلدم، من بهتر میدونم، من بهتر میتونم، من بهتر عمل میکنم. فوری میخوایم ثابت بکنیم زندگی اینیه که من میگم، نه اونی که تو میگی. امروز وقتش رسیده به نام پرجلال عیسی مسیح سنگامونو پایین بریزیم. آیا هست کسی که گناه نکرده باشه؟ عیسی مسیح سوال کرد. آیا هست کسی که گناه نکرده باشه؟ هر کی گناه نکرده سنگ اولی رو به دیگری بزنه. اگه یه نفر هست که گناه نکرده باشه دستشو بلند کنه. پس اگه حتی یه دونه بی گناه نداریم و همه گناهکارن، پس چرا همدیگر رو سنگسار میکنیم؟ و عیسی مسیح گفت مریم، کسی نیست، من نمیبینم دست دیگه بلند باشه. چون عیسی مسیح سوال کرد هر کس شکایتی داره دستشو بلند کنه و هیچ که الان دستشو بلند نکرد. و عیسی مسیح گفت مریم بلند شو،
من نیز گناهان تو رو بخشیدم. امروز عیسی مسیح میگه من گناهان همتون رو بخشیدم. آیا شما حاضرین بدن خداوند، حاضرین به هم برین، توی هم وصل بشین؟ آیا حاضری از خودت بگذری؟ آیا حاضری جرعه آبی بدی به اونی که صلیبشو داره حمل میکنه و زمین خورده به شکلهای مختلف؟ آیا حاضری نانی بدی؟ آیا حاضری مانند یوسف بشی، صلیب عیسی مسیح یک تکه آخر برداری، برای او حمل بکنی، تا اون درجه صلیب رو برداری حمل بکنی؟ امروز عید شیپوره و عید شیپور عید خرمن هاست و عید خرمن ها عید انتخابه، عید تشخیصه. خرمن خوب، دانه های خوب از دانه های بد سرند میشه، جدا میشه. پاییز اینه، کشاورزا وقتی محصول رو، گندم رو جمع میکنن، میان کاه ها رو از دانه های گندم جدا میکنن، کاه‌ها در کاهدان می‌سوزه و گندم‌ها به انبار ذخیره میشه. امروز وقت انتخابه. امروز وقت اینه که انتخاب کنیم. من میخوام با مسیح راه برم. من میخوام، هر چند انکارش کردم مثل پتروس سه بار، هر چند بارها ترسیدم، هر چند بارها خسته شدم، هر چند بارها زمین خوردم، هر چند بارها توی فشارها وا دادم، ولی امروز اعلام میکنم به نام پر جلال عیسی مسیح، آب حیات رو بر شما جاری میکنم. هر کسی که تشنه است بخوره و سیر بشه. به نام عیسی مسیح آب حیات روح قدوس خداوند رو بر زندگی همتون جاری میکنم. هر که تشنه است بخوره و سیراب بشه. به نام عیسی مسیح دعوت میکنم قلبات رو به روی عیسی مسیح باز کن، نگاهت رو در روشنایی بدوز، نگاهت رو از تاریکی بردار، افکار تاریکی رو کاملا از خودت پاک کن، فوکوست رو یه لحظه بذار توی تمام این هیاهویی که جمعیت میگن مصلوبش کن، توی همه این هیاهویی که مردم میگن بکشیدش، به او گوجه فرنگی میپرتاب میکردن، میوه به او پرت میکردن، آب دهان به روش میریختن، میزدن او رو، شلاق میزدن، سیلی میزدن. توی اون لحظه عیسی مسیح به ما یاد داد چجوری نگاهت رو به حیات بگذاری. امروز ما نگاهمون رو میخواییم به حیات بذاریم. عیسی مسیح میخواد تو رو آب بده، عیسی مسیح میخواد از خودش به تو بده و عیسی مسیح میخواد آرامش خودش رو به تو بده. آرامش عیسی مسیح بر تو باقی بشه. دعای من برای همه شما اینه، اون آبی که احتیاج دارید، اون قوتی که احتیاج دارین بلند شین، آب حیات مسیح بر شما جاری بشه، به واسطه روح قدوس خداوند لمس بشین، تک تک اونایی که احتیاج دارین لمس بشین، به قوت روح قدوس خداوند لمس بشه قلباتون، همه شماهایی که احتیاج دارین قلباتون لمس بشه، لمس بشه جاناتون، برای همه اونایی که احتیاج داره جانهاشون لمس بشه. به نام پرجلال عیسی مسیح دعا میکنم تاریکی از شما دور بشه به نام پرجلال عیسی مسیح و روشنای خداوند و قوت صلیب عیسی مسیح بر شما تابان بشه و بر شما بدرخشه، چون صلیب دنیا رو تغییر داد، صلیب دنیا رو عوض کرد و صلیب دنیا رو تولدی دوباره داد. در نام پرجلال عیسی مسیح اون تولد حیات نور رو از درون برای تک تک شما دعا میکنم به نام پرجلال عیسی مسیح، که دریافت کنید و آرامش خدا بر شما بشینه در نام پرجلال خداوند. چند تا دعا رو با هم دیگه میخوایم همین جوری که توی روح دعا هستیم بخونیم. برای الناز 7 ساله، یه دختر 7 ساله که به یه آدم دو شخصیتی تبدیل شده و خودش نمیدونه باید چی کار بکنه، یه دختر بچه 7 ساله که 2 تا شخصیت پیدا کرده، دنیا 2 تا شخصیت بهش داده، یه شخصیتش 2 تا شخصیت مختلف داده. امروز دعای ما اینه، آن چیزی که خدا برای تو درست کرده، خدا در درون تو روشن کنه، خدا در درون تو شعله‌هاشو
بیافروزه. خدا روغندان تو رو پر کنه تا روغندان تو روشن بشه و چشمان تو حقیقت بودنت و دلیل بودنت و شکل بودنت رو به رویای خداوند ببینی و تشخیص بدی. به نام پرجلال عیسی مسیح، به نام پرجلال عیسی مسیح دعا برای آرزو میکنیم، برای آرامشش، برای خانمی به نام آرزو، خواهری به نام آرزو دعا میکنیم که آرامش خدا رو بگیره، آب حیات رو از مسیح خداوند دریافت کن. آرزو به نام پرجلال عیسی مسیح، دعای من اینه و دعای تمامی کلیسا اینه که به نام قدوس مسیح عیسی خدای زنده ما، روح قدوس خداوند تو رو سیراب کنه از آرامش خودش، از برکت خودش، و آرامی او بر تو جاری بشه و آرامی او چیره بکنه تو رو. در نام عیسی مسیح دعا میکنیم، در نام عیسی مسیح. برای دختر بچه به نام نگار از تهران دعا میکنیم برای شفا در نام عیسی مسیح. یک ناراحتی مغزی داره، یه مشکل مغزی، بیماری مغزی داره که تو مغزش چیزی هستش که باعث آثار شده. یادتون میاد وقتی یک دل دعا کردیم برای یک دختر بچه و شفای مطلق رو دریافت کرد؟ بدونین که نام ببرم چون همه میدونیم، شفای کامل رو دریافت کرد. به نام پرجلال عیسی مسیح الان برای این دختر، برای نگار میخوایم دعا بکنیم در نام قدوس خداوند. نگار، خداوند گفت بگذارید بچه ها نزد من بیا. نگار، عیسی مسیح گفت بذارید بچه ها نزد من بیان. دعای من اینه که عیسی مسیح تو رو ملاقات کنه و عیسی مسیح تو رو بلندت بکنه و عیسی مسیح هر آشفتگی و هر مریضی و هر دردی که دنیا توی تو، توی مغز تو ایجاد کرده، با روشنی و حیات جایگزینش کنه. به خاطر عشقش، به خاطر جلال خودش، به خاطر اینکه عاشق بچه هاشه و گفت بگذارید بچه ها نزد من بیاد. نگار، در نام عیسی مسیح، موقعی که در خواب هستی یا در بیداری، تو مسیح خداوند رو ملاقات خواهی کرد و عیسی مسیح تو رو بلند خواهد کرد و عیسی مسیح تو رو در آغوش خودش شالوم و سلامتی خواهد داد و آرامی او بر تو واقع خواهد شد. اعلام میکنیم، نبوت میکنیم و دعا میکنیم به نام خدای زنده مسیح عیسی قادر مطلق، الهیم سبایوت. نگار، ملاقات کن خداوند رو و دریافت کن شفا رو، چون او تو رو ملاقات خواهد کرد. در نام عیسی مسیح اعلام میکنیم، در نام عیسی مسیح. برای شیرین در ایران میخواییم دعا بکنیم، دختری که دختر مسیح عیسی خداونده، برای سلامتی، برای شفای کامل در نام عیسی مسیح. شیرین، دختر خداوند که از آتش و آب عبور کردی در این دوران آخر، شیرین توی که از سختی ها عبور کردی در این آخرین دورهای سالهای زندگی، توی که در نقطه های قرار گرفتی که برای انسان حملش شاید خیلی سخت بود، امروز به نام عیسی مسیح اعلام میکنم، امروز به نام عیسی مسیح اعلام میکنم، به نام همون مسیح عیسی که تو اعلام کردی خدای توه، اعلام میکنم سلامتی و شالوم خداوند بر تو جاری بشه، آرامش خداوند شیرین بر تو جاری بشه، چون تو وفادار بودی و تو وفادارانه در مسیح با تمام سختی ها موندی، در آتش سوختی، ولی گفتی مسیح عیسی من توکلم به توه، در چاه شیران افکنده شدی ولی گفتی مسیح عیسی
من میدونم زنده میمونم. امروز اعلام میکنم تو قرار از اون چاه بیرون بیای به نام پرجلال مسیح عیسی. زنده قرار بیرون بیای و قرار شیران تو رو محافظت کنن فقط و فقط و خدمتت بکنن و قرار پادشاه شاه شاهان عیسی مسیح تو رو بیدار بکنه و درها رو برات باز کنه و تو بیرون بیای در عیسی مسیح خداوند، در شادی با او سلطنت کنی به زودی در ایران. در نام عیسی مسیح شیرین اعلام میکنم توی زندگی به نام پرجلال عیسی مسیح. برای شفای کامل علیرضا در تهران میخواییم دعا بکنیم. برای برادری پسری در ایران به نام علیرضا، ای پدر به نام پرجلال تو علیرضا رو به حضور تو میاریم. ای خداوندم دعای ما برکت و آرامش برای علیرضا است. ای خداوندم، ای عیسی مسیح، امروز چشمان ما دیگه روی تاریکی نیست، امروز با روشنایی اعلام میکنیم علیرضا برکت و آرامش خداوند بر تو جاری بشه. علیرضا خدا رو ملاقات کنی و علیرضا خداوند دوباره تو رو ملاقات کنه، چون تشنه ملاقات دوبارهش هستی. میدونم مزش کردی و چشیدی، میدونم دوباره میخوای مزش کنی. دعای من اینه علیرضا روی زانوها برای او بسرا، برای او دستاتو بلند کن و به نام الهیم سبایوت بطلب و او تو رو ملاقات خواهد کرد. در باغی در جنگلی قرار تو رو ملاقات کنه، بین درختان کاج قرار تو رو ملاقاتت بکنه. به نام پرجلال عیسی مسیح اعلام میکنم، به نام پرجلال عیسی مسیح ایمان دارم تو قرار ملاقات بشی و به نام پرجلال عیسی مسیح در بین درختان کاج قرار او تو رو محبتت بکنه. به نام پرجلال عیسی مسیح و آرامی خودشو بهت بده در نام عیسی مسیح. برای شفای کامل پسری به نام عیسی، پسری که اسم خودش رو عوض کرده و گذاشته عیسی، در ایران دوباره به نام پرجلال عیسی مسیح از پدرمون که در آسمانه، در نام مسیح عیسی خدای زندمون دعا میکنیم و میطلبیم. پسرت اسمش رو عیسی گذاشته خداوندم، پسرش میخواد نه تنها در نام، در شکل، در فرم، در صورت به طور کامل به شباهت تو تبدیل و مبدل بشه. تشنه ملاقات توی خداوند، همونطوری که میلیون ها و میلیون مسلمان در ایران اشتباه و جاهلانه به دنبال الله و علی و حسین در تاریکی ها به دنبال باد می دوند، در قبرستان ها به دنبال مرده ها می دوند، امروز این پسر بلند شده و نشانه یه برای اینکه همه یه ملت ما قرار بلند شن و زنده رو در میان زندگان بطلبن و مرده ها رو برای مرده ها رها کنن و به پشت سر بندازن و به دنبال مسیح عیسی برن. پس دعا میکنم نور خداوند بر ایران و تو ای عیسی مسیح، میطلبم بر پسرت عیسی بتابان، بتابد و ستاره درخشان تو یک بار دیگه در ایران طلوع بکنه، همون طوری که هزاران سال پیش بر ایرانیان طلوع کرد و دیدن با آمدن شاه شاهان رو در روی زمین تونستن تشخیص بدن با تعلیمایی که دانیال از سالها و صدهای قبل بهشون داده بود. امروز دعای من اینه خداوند خورشید تو و نور ستاره بازگشت تو بر ایران طلوع کنه به نام عیسی مسیح. در نام پرجلال عیسی مسیح دعا میکنیم، در نام قدوس خداوندمون دعا میکنیم. برای خواهری به نام دنیا دعا میکنیم، برای شفا و پیروزیش در نام پرجلال عیسی مسیح دعا میکنیم. برای خواهری به نام دنیا که پیروزی رو دریافت کنه به نام پرجلال عیسی مسیح، امروز خواهرم اعلام میکنم به تو، اگر در کانادا هستی یا در هر جای دنیا هستی فرقی نمیکنه، خدای ما زنده است و در همه جا حضور داره. امروز در نام مسیح عیسی خدای زنده دعا میکنم و میطلبم خداوند در روشنایی و آرامش سکونت در عشق تو این دعا رو میکنم و میطلبم.
خداوند دنیا دختر خودت رو ملاقات کنه خداوند، دختر خودت رو ملاقات کنه خداوند، دختر خودت رو ملاقات کنه خداوند، دختر خودت رو که تشنه و گرسنه است ملاقات کن، دختر خودت رو که بشارت نام تو رو به هر کسی که میرسه در زمین و آسمون به همه داره بشارت میده، دخترت رو ملاقات کن و برکت بده. دنیا برکت مسیح رو دریافت کن، آرامی مسیح رو دریافت کن، شالوم مسیح رو دریافت کن، عشق مسیح رو دریافت کن. همه ما در کلیسا با تمام دلمون میطلبیم و با تمام ایمانمون اعلام میکنیم آرامی خدا بر تو باشد و بماند در نام عیسی مسیح، در نام عیسی مسیح. برای مردی که ایمان به خدا رو کنار گذاشته بود اما باز به سمت خداوند بازگشته و در فشار و حمله است، از کلیسا خواهش کرده که برای او ایمان کنیم، این دعا بکنیم. دنیای خیلی سختیه، دنیای خیلی سختیه و دنیا خیلی راحت همه رو می‌دزده. به نام پرجلال عیسی مسیح دعای من اینه، ای پسر مهم نیست دنیا تو رو کجا دزدیده بود، عیسی مسیح امروز به تو میگه بلند شو با من راه بیا و دیگه گناه نکن، بلند شو با من ساکن شو و بلند شو با من آب بخور، بلند شو بیا با من نان بخور، بلند شو بیا کلام من رو بشنو، بلند شو بیا من به تو حیات ابدی میدم و دیگه دنبال تاریکی نرو. دعوت خداوند اینه، برخیز و درخشان شو، برخیز و درخشان شو، برخیز و درخشان شو در نام عیسی مسیح و دیگه هرگز این کارها رو تکرار نکن به نام عیسی مسیح. چیزیه که به مریم مجدلیه گفت و پیغامیه که خداوند برای تک تک گم شده ها داره به نام پرجلال عیسی مسیح، به نام پرجلال عیسی مسیح. برای افروز دختر کلیسا در برکت و حفاظت دعا میکنیم، برای افروز در نام عیسی مسیح، خداوند تو رو در کنار صلیب خودش امروز ملاقاتت بکنه، خداوند در کنار صلیب خودش تو رو امروز محبت کنه، خداوند تو رو در کنار صلیب خودش بلند کنه، خداوند در کنار صلیب خودش تو رو لمس کنه و خداوند در کنار صلیب خودش تو رو حفاظتت بکنه با صلیب خودش. خداوند تمام تاریکی و شرارت رو زیر صلیب خودش دفن بکنه و تو رو سلامت بیرون بیاره. برکت و حفاظت خدا رو و نور چهره خدا رو بر زندگی تو اعلام میکنم در نام عیسی مسیح. برای دیانا میخوایم دعا بکنیم که خدا رو ملاقات کنه و با خدا آشنا بشه. به نام پرجلال عیسی مسیح اعلام میکنیم، خداوند میگه بیا و بچش و ببین من چقدر نیکوام، بیا بچش ببین من چقدر نیکوام. دیانا انتخاب توه، خداوند تو رو امروز دعوت میکنه بیا و ببین او چقدر نیکوست، بیا و خدا رو بچش و ببین او چقدر نیکوست. برکت خداوند با دیانا باشه و خداوند چشمان او رو روشن کنه. به نام عیسی مسیح دعا میکنیم در نام قدوس خداوند. هممون با روح آرامش، با روح عشق، با روح عشق میخوایم شهادت های ایمانیمون رو اعلام بکنیم و بعد بریم پرستش کنیم خدای زنده رو در نام عیسی مسیح. در حین اینکه میخوایم شهادت های ایمانیمون رو امروز اعلام بکنیم، آماده هم میشیم برای غذای ربانی در نام عیسی مسیح، در نام پرجلال عیسی مسیح. میخوایم با هم دیگه غذای ربانی هم در نام قدوس خداوندمون بخوریم، حین اینکه میخوایم اعلام بکنیم در نام پرجلال عیسی مسیح بدن خداونده که برای ما روی صلیب داده شد، خون خداونده که برای ما روی صلیب ریخته شد. به نام پرجلال عیسی مسیح. قبل از اینکه دعاهامون رو اعلام بکنیم ازتون میخوام خواهشی بکنم. عیسی مسیح
موعظه رو خدا مثل یک ویژن به من نشون داد. خیلی جالب بود برام، خیلی عجیب بود، خیلی گریه کردم، خیلی اشک ریختم، خیلی دردم اومد، خیلی خوشحال شدم، خیلی شاد شدم. همه رو مثل یه ویژن دیدم، همه رو مثل یه عکس دیدم. نمیدونم تونستم خوب تعریف بیان بکنم یا نه. آمین که خداوند در قلب‌های شما روشنش بکنه، آشکارش بکنه. ولی چیزی که من دیدم اینه، یک لحظه تجسم بکنین قبل از اینکه بخوایم شهادت‌های ایمانی بدیم در نام او. یه لحظه تجسم بکنین عیسی مسیح چه دردی کشید، چه دردی کشید وقتی شلاق می‌خورد. نه به خاطر ضربه‌های شلاق، چون بیگناه بود. نه فقط برای اینکه بیگناه بود، چون خدا جسم پوشید، میان ما ساکن شد. ما انسان‌ها او رو تحقیرش کردیم و همین کار رو همه روزه با هم دیگه می‌کنیم. با هم می‌کنیم، نه فقط با هم، همه آدما بیرون توی اجتماع. یه سری ها کارگرن، یه سری ها رئیسن و ماهی 100,000 کرون به بالا حقوق میگیرن. کارشون اینه که دستور بدن و قانون تنظیم بکنن، هیچ کاری هم انجام نمیدن. هر یه رو یه بار فیکرست دارن، 24 ساعت هم با هواپیمای شخصی در سفرهای این بر اون بر جهانن، هیچ کاری هم نمیکنن. همه جای دنیا اینجوری شده که تحقیر میکنن. ولی عشق من برای بدن کلیساست، عشق من برای بدن کلیسا بود. تا حالا این ضرب المثل رو شنیدین که میگن به دم رسیده باقیشو ول کرده، باقیش من زیاد یادم نمیاد، ضرب المثل پوست رو کردن به دم رسیدی که تهش رو ول کردن. شاید خیلی از کلیساها در اون نقطه قرار دارن که یک قدم بیشتر فاصله نداره تا ملکوت خداوند و فقط کافیه در وفاداری همدیگر رو دوست داشته باشیم و محبت کنیم. برای این کار احتیاج با هم مشورت کنیم، با هم حرف بزنیم، دردهامون رو به هم بگیم، گوش بکنیم. نه اونایی که فقط غر میزنن، اونایی که با هم کار میکنن، کسایی که میخوان درست بشه، کسایی که ایستادند تا درست بکنن. حرف بزنیم، ببخشیم، تغییر کنیم، تبدیل بشیم. تبدیل شدن و تولدمون از خودمون نیست، عیسی مسیح میتونه، ولی اونجا اون میاد و اون کار رو برای ما انجام میده. یک ذره دیگه مونده، چون یه ذره دیگه مونده به ساعت انقضای عالم و بازگشت عیسی مسیح. و خوش به حال کسایی که وقتی برمیگردم در حال کار میبینمشون، چون اگه نباشن میخوابن با اینکه او برمیگرده، اونا میخوابن. رو بودم نمیشن، کلام این رو میگه. برای همین در نام عیسی مسیح یک ذره دیگه باید تحمل کنیم، یک ذره دیگه در خداوند محکم بایستیم و قبل از اینکه اعترافای نیکو بکنیم یادمون بیاد خدا جسم پوشید، خدا جسم پوشید، خدا شلاق خورد، به صورت خدا آب دهان انداختن. پس اگر به صورت تو آب دهان میندازن، فقط دوبار بغلش کن، دوباره تو هم آب دهان به صورت اون انداز. اگر شلاقت زدن، تو او رو تسلی بده،
با شلاق دوباره او رو نزن، چون این کار عیسی مسیح کرد برای ما، مگه نه؟ امروز میخوام دعوتتون بکنم، امروز همونطور که هفته پیشم خدا پیغامش این بود، وقت انتخابه. ما برکت می‌دیم اسرائیل رو، نقطه تمام. ما لعنت نمی‌کنیم فلسطین رو، ما لعنت نمی‌کنیم لبنان رو، ما هیچ کی لعنت نمی‌کنیم. ما برکتمون برای اسرائیل، کاری به باقیش نداریم چجوری قرار بشه. ما نه جنگجوییم، نه سربازیم، نه ارتش بودیم، نه تصمیم گیرنده ایم، نه سیاستمداریم، هیچ چی نیستیم. پس تنها کاری که میتونیم بکنیم دعای ما، دعا برکت میکنیم. همینو بس در نام عیسی مسیح. آماده میشیم با قلب‌های باز میخوایم اعتراف نیکو بکنیم. همون جوری که عیسی مسیح شلاق خورد و ضربه خورد، ما میخوایم امروز با عشق شلاق‌هایی رو که او خورد مفهومش رو حفظ کنیم در درون خودمون. بدونیم دردهامون رو میشناسه و بدونیم دردهای ما رو قرار شفا بده. خدا شکست دلان رو شفا قرار بده. باور دارین این رو؟ پس امروز با این امید میایستیم در نام عیسی مسیح و اعتراف میکنیم و شما میتونید در این حال غذای ربانی رو پخش کنین. پس به نام مسیح خداوند اعلام میکنم که میدانم همه چیز برای خیر، همه چیز چون فرزند او هستم. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم که هر اسلحه‌ای که به ضد من ساخته شود پیش نخواهد برد، چون ادالت من از جانب پدر است. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم که به زخم‌های عیسی شفا یافته هستم. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم حتی اگر 1000 دشمن از سمت راست و 10000 دشمن از سمت چپ مرا تعقیب کنند، پیروزی از آن من خواهد شد. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم چون او آرامی من است، استرابی ندارم. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم خوانده شدم تا سر باشم، ندو بلند باشم، نپس قرض دهنده باشم، نه قرض گیرنده. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم هیچ محکومیتی بر من نیست، چون روح حیات مسیح مرا از شریعت گناه و مرگ آزاد کرده است. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم قوت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت ببخشد، نه به قوت، نه به قدرت، بلکه به روح قدوس او قادرم. آمین. در نام مسیح خداوند هللویا 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 هللویا. شکر و جلال بر نام قدوس خداوند، شکر و جلال بر نام قدوس خداوند. من باور دارم، من ایمان دارم، من باور دارم، من ایمان دارم. شالوم خدا بر ما جاری میشه، شفای خداوند بر ما جاری میشه، برکت خداوند بر ما بوده، هست و خواهد بود در نام قدوس عیسی مسیح. پیروزیم چون محکوم به پیروزی هستیم، پیروزیم چون محکوم به پیروزی هستیم. ما قراره دریافت بکنیم، ما قراره دریافت بکنیم و ما دریافت کننده هستیم در نام عیسی مسیح، در نام پرجلال عیسی مسیح، در نام قدوس خداوندمون مسیح عیسی.